ما توی کتاب درسیمون یه مسئله داریم، مسئله بسیار مهمیه. معمولا هم همکارا برای امتحان نهایی اون رو حل میکنن. یه قاب یه وارد میدان میشه، از اون طرف با سرعت ثابت خارج میشه. صورت سوال به شما میگه که نمودارهای شار مغناطیسی بر حسب زمان و نیرو محرکه بر حسب زمان اون رو رسم کنید. اگرچه برای امتحان نهایی دانش آموز لازمه که حتما بلد باشه، اما در تستای کنکور اهمیتش دوچندان میشه. چرا؟ چون از نتیجه اون تمرینی که تو کتابتون هست بارها و بارها تو کنکور سراسری سوال اومده. خب ما چیکار کنیم؟ من به شما توصیه میکنم یک بار راه حل اصلی رو که تو کتابتون هست رو با دقت یاد بگیرید و از نتایجش در حل تستا استفاده کنید. من هر دو کار رو براتون انجام میدم. نگاه کنید، در شکل مقابل مربع با سرعت 2 متر بر ثانیه وارد میدان شده و از طرف دیگر خارج می شود. نمودار شار بر حسب زمان نیروی محرک زمان آن را رسم کنید. پس بچه ها من می خوام نمودار شار بر حسب زمان و نیروی محرک بر حسب زمان را براتون رسم کنم. اولین کاری که انجام میدم شکل مسئله رو می کشم. یه شکل بزرگ و واضح. چی میبینم؟ یه قاب مربع شکل، صورت سوال گفته، هر ضلع 10 سانتی متره. این قاب قراره وارد میدان بشه، توی میدان یک مسافتی رو طی کنه و بعد از میدان خارج بشه و من هر مرحله برم تغییرات شار رو به دست بیارم. پس در مرحله اول شکل رو نگاه کن چه اتفاقی میفته. قاب وارد میدان میشه، خوب نگاه کنید، موقع ورود 10 سانتی متر باید پیشروی کنه. بعد الان کل میدان من 20 سانتی متره، 10 سانتی مترش رو اشغال کرد، چقدر باقی موند؟ 10 سانتی متر دیگه باقی میمونه. یعنی این قاب به اندازه 10 سانتی متر هم داخل میدان حرکت میکنه بدون اینکه شار مغناطیسی تغییر کنه و میرسه به منتهى الیه میدانهای ما. بعدش چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنه از میدان خارج شدن و شار کاهش پیدا میکنه تا صفر. پس ما دو مرحله داریم، مرحله اول ورود، مرحله دوم خروج. وسط چیه؟ وسط شار تغییر نمیکنه. خب تغییر نمیکنه چه اتفاقی میفته؟ نیرو محرکه نخواهد داشت. پس من میرم مرحله مرحله حل میکنم مسئله رو. شلوغش نکنیم. ببینید بچه ها، در مرحله اول شار مغناطیسی اصلا ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه خط میدانی از داخلش عبور نکرده. خیلی خوب حسابش کنیم. فی مساوی با آبی کوسینوس تتا. برای حساب کردن فی ما چه چیزهایی باید داشته باشیم؟ مساحت رو. خب اول مساحت رو حساب کنم. چی میشه؟ 10 ضرب در 10 مساوی با 100 سانتی متر مربع. دیگه چی؟ زاویه رو هم باید داشته باشم. الان سطح حلقه بر میدان ما عموده، چون صفحه ما میدان مغناطیسی در اون سو داخلش رسم شده، پس بر هم دیگه عمودن. وقتی عمود باشه تتا برابر چند میشه؟ صفر میشه. حالا اینجا که ما شار مغناطیسی نداریم چون صفره، چون اصلا میدانی ازش عبور نمیکنه، مرحله دوم این شروع میکنه حرکت کردن، وارد میدان میشه. وقتی وارد میدان شد، حالا شار بیشینه مقدار خودشو داره. چجوری باید حسابش کنم؟ ببینید، می‌نویسیم مساحت 100 ضرب در 10 منفی 4 ضرب در میدان مغناطیسی 2/10 ضرب در کوسینوس 0. چرا صفره؟ چون سطح حلقه بر میدان عمود قبلا کار کردیم. حاصل این رو اگر حساب کنم میشه 2 ضرب در 10 منفی 3 وبر. پس شار مغناطیسی ما در مرحله اول موقعی که وارد میدان میشه به بیشینه مقدار خودش میرسه برابر است با 2 ضرب در 10 منفی 3. حالا مرحله بعد این شروع میکنه داخل میدان چیه؟ حرکت کردن. منتها زمانی که میخواد وارد میدان بشه و داخل میدان حرکت کنه یه مدت زمان طول کشیده، نه؟ چه مدت طول کشیده که تا این قاب وارد میدان بشه؟ سال قبلی یادتون است؟ وقتی که اولین ضلع وارد میدان شد کرونومتر رو میزنم. تا کی؟ تا وقتی اینکه ضلع دوم وارد بشه. یعنی برای اینکه قاب وارد میدان بشه 10 سانتی متر پیش روی کنه. خب توی حرکت شناسی ما چی داشتیم؟ وی ضرب در دلتا تی 1 مساوی با دلتا ایکس مرحله اول. مرحله اول چقدر بود؟ 10 سانتی متر. 1/10 مساوی با سرعتش 2 ضرب در دلتا تی 1. اگر حسابش کنیم میشه 1/20. بیایید همینجا همه زمان‌ها رو حساب کنیم، بعد برگردیم به حل مسئله، راحت تره. خب الان داخل میدانه. داخل میدان چقدر میتونه حرکت کنه بدون اینکه شارش تغییر کنه؟ نگاه کنید، 10 سانتی متر رو که اشغال کرده، 10 سانتی متر جلوش باقی میمونه. پس حرکت می‌کنه میاد جلو. 10 سانتی متر دیگه پیشروی کرد. مجددا میتونیم بنویسیم دلتا ایکس 2 مساوی با وی ضرب در دلتا تی 2. سرعتش چنده؟ 2 متر بر ثانیه. 1/10 مساوی با 2 ضرب در دلتا تی 2. دلتا تی 2 ما هم برامش 1/20. حالا مرحله بعد از میدان خارج میشه. وقتی از میدان خارج شد یه نکته میخوام بهتون بگم. یکی رو حساب کنید، دومی رو نمیخواد. مدت زمانی که طول میکشه قاب وارد میدان بشه با مدت زمانی که طول میشه از میدان خارج بشه با هم برابرن، البته به شرطی که سرعتش ثابت باشه. پس اگر مرحله اول 1/20، مرحله سومونم 1/20 باید باشه. این دوتا با هم برابرن. حالا با توجه به این اعدادی که به دست آوردم برمیگردم به حل مسئله. نگاه کنید،
منفی دو رو به دست آوردم. حالا زمانی که طول کشیده چقدر هست؟ 1/20. بیایم همین رو رسمش کنیم. نمودار شار مغناطیسی بر حسب زمان. در مرحله اول که صفر بود اینجاست. مرحله دوم شار چند شده؟ 2 ضرب در 10 به توان -3. تو چه مدت این شار رو پیدا کرده؟ 1/20. با سرعت ثابت بوده، پس نمودارمون خط راست میشه. پس الان وارد میدان شده، شار میشیم. سوال بعدی، وقتی که تو میدان داره حرکت میکنه چه اتفاقی میفته؟ خب بچه‌ها، زمانی که داره حرکت میکنه داخل میدان که شار تغییر نمیکنه. خب تو چند ثانیه مرحله دوم ما نگاه کنید، اینجا شار تغییر نکرد. مرحله دوم زمان چقدر بود؟ 1/20. حالا 1/20 تا اینجا بوده، 1/20 دیگه هم حرکت میکنه، پس این نقطه میشه 2/20. یعنی از 1/20 تا 2/20 که توی میدان داره حرکت میکنه شار مغناطیسی تغییر نکرده، همون مقدار قبلیه. حالا مرحله سوم چی میشه؟ از میدان خارج میشه. وقتی از میدان خارج شد، شار مغناطیسی من به صفر میرسه، یعنی نمودار من میاد میشه شارش صفر. حالا یه سوال، اینجا زمان چنده؟ میگم نگاه میکنم، در مرحله خروج زمان 1/20 بود، پس هر چی زمان اینجا بود 1/20 دیگه بهش اضافه میشه، پس در اینجا میشه 3/20. من نمودار شار بر حسب زمان رو رسم کردم. حالا در مرحله بعد از این نمودار شار بر حسب زمان استفاده میکنم برای به دست آوردن نیرو محرک زمان. پس میرم تو اسلاید بعدی. شار مغناطیسی بر حسب زمان رو داریم. چند مرحله داره؟ 3 مرحله. مرحله اول ورود، مرحله دوم حرکت در داخل میدان، مرحله سوم خروج از میدان. پس یک یکی باید حسابش کنیم. اما چه جوری؟ مگه نیرو محرکه متوسطش منهای دلتافی به دلتاتی نبود؟ اینش هم 1 فرض کردیم. پس بچه ها، نیرو محرکه میشه منهای دلتافی به دلتاتی. اینجا نگاه کنید، یه زاویه میبینید. اگر من تانژانت این زاویه رو حساب کنم میشه ضلع مقابل، میشه دلتافی. ضلع مجاور میشه دلتاتی. یعنی تانژانت چی میشه؟ دلتافی به دلتاتی. اینا یه جورای شبیه همن، نه؟ فقط یه منفی فرق دارن با هم دیگه. پس من به عنوان نکته میتونم اینو به خاطر بسپارم. نیرو محرکه متوسط میشه منهای تانژانت آلفا. یعنی اگر من میخوام نیرو محرکه رو به دست بیارم میتونم از روی شیب حساب کنم، ولی یادم باشه همیشه نیرو محرکه از نظر علامت با شیب با هم دیگه فرق دارن. حالا نگاه کنید، E1 مرحله اول میشه فی ثانویه منهای فی اولیه، 2 ضرب در 10 به توان -3 منهای 0 تقسیم بر زمان چقدر بود؟ 1/20. اگر سادش کنم میشه منهای 4 ضرب در 10 به توان -2. ببینید خیلی مهمه ها، بین 0 تا 1/20 نیرو محرکه عدد به دست اومد، یعنی ثابته، یه تغییر نمیکنه. میگه آره دیگه، مگه شیبش تغییر میکنه که اون تغییر کنه؟ مگه شما نگفتید نیرو محرکه از در اندازه با شیب برابره؟ و چون شیبش ثابته پس نیرو محرکه هم ثابته. یعنی من تو این بازه زمانی یه عدد ثابت رو باید رصد کنم. حالا فعلا داشته باشیمش. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اصلا شیب نداره، شیب صفره. من مطمئنم نیرو محرکه صفر میشه. چرا؟ چون میگیم نیرو محرکه با شیب از در مقدار با هم برابر. حالا حسابش کنیم، اشکالی نداره. ببینید بچه ها، ایدو میشه منهای ثانویه 2 ضرب در 10 به توان -3 منهای اولیه، بازم همون مقداره، 2 ضرب در 10 به توان -3 تقسیم بر زمان بین 1/20 تا 2/20، بازم میشه 1/20. حالا اگر اینا رو با هم دیگه ساده کنیم جواب چند به دست میاد؟ 0. قبلش هم میدونستیم. اما مرحله سوم داره کاهش پیدا میکنه. ثانویه‌اش 0ه، اولیه‌اش 2 ضرب در 10 به توان -3 است. نگاه کنید، 0 منهای 2 ضرب در 10 به توان -3 تقسیم بر 1/20. یه منفی هم پشت فرمول داره. اگر سادهش کنم جواب میشه مثبت 4 ضرب در 10 به توان -2. قبل از اینکه برم قسمت بعدی نگاه کنید، جایی که شیب نمودار مثبته نیرو محرکه ما منفی به دست اومد، جایی که شیب نمودار منفیه نیرو محرکه ما مثبت بود. این یعنی چی؟ یعنی نیرو محرکه متوسط منهای شیب نمودار هست. حالا اگر تو قسمت بعد من بخوام رصد کنم، یه دستگاه ای بر حسب تی کشیدم، زمانها رو مشخص میکنم بین 0 تا 1/20 ثانیه. چی بود؟ نیرو محرکه بود منهای 4 ضرب در 10 به توان -2. خب پس من اگر بخوام جاشو مشخص کنم میشه اینجا تا 1/20. از این نقطه تا این نقطه دیگه باید ثابت باشه، چون من دارم یه عدد رو رسم میکنم، این عدد افقی. بین 1/20 تا 2/20 به هم بگید ببینم نیرو محرکه چند به دست اومده بود؟ 0. پس عدد 0 رو هم روی خود نمودار باید بکشیم. اما مرحله سوم مثبت 4 ضرب در 10 به توان -3. بچه‌ها اگر من بخوام مشخص کنم
در لحظه 2/20 4 ضرب در دهتان منفی 3 است. از این لحظه تا 3/20 بازم همین مقدار هست، چون نیرو محرکی یه عدد ثابته. پس اگر رسمش کنیم یه همچین نموداری به دست میاد. اینو بهش میگن نمودار نیرو محرکه بر حسب زمان. یادمون باشه اگر نمودار شار رو بدن، ما به راحتی از روی منهای تانژانت میتونیم به نیرو محرکه برسیم. حالا بیاید اینو به عنوان یه نکته به خاطر بسپاریم. شیب نمودار شار بر حسب زمان از نظر اندازه با نیرو محرکه القایی برابر بوده و از نظر علامت مخالف آن است. یعنی ما میتونیم این رابطه رو به خاطر بسپاریم. ای متوسط مساوی با منهای تانژانت آلفا. تست بعدی، نمودار تغییرات شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه بر حسب زمان مطابق شکل است. بزرگی نیرو محرکه القایی متوسط در حلقه در بازه زمانی 10 تا 20 ثانیه چند میلی ولت است. ببینید بچه‌ها، من نمودار شار بر حسب زمان رو دارم. حالا در صورت سوال نیرو محرکه رو از من خواسته. ما همین الان گفتیم از روی نمودار شار به راحتی میتونیم تغییرات شار رو به دست بیاریم. بین کدوم بازه زمانی خواسته؟ بین 10 تا 20 ثانیه. بسیار خوب، یه چک میکنم نمودار رو. در لحظه 10 ثانیه شار رو دارم 600. در لحظه 20 ثانیه شار رو ندارم، چیکارش کنم؟ در لحظه 10 شد 600. اما در لحظه تی مساویس با 20 فیدو مشغوله، من مقداری نمیدونم چنده، چیکارش باید بکنم؟ خب باید به دستش بیاریم. چه جوری؟ از روی هندسی. یعنی چی؟ نگاه کنید شکلو. شما الان این دوتا مثلثی که من رنگ میزنم و دقت کنین، دوتا مثلثی است که دوتا زاویه متقابل به راست داره. این زاویه ها از نظر مقدار با هم برابرن. خب اگه زاویه هاشون با هم برابر هست، پس میتونه تانژانت هاشون هم با هم برابر باشه، نه؟ بله، میتونیم این کارو بکنیم. بگیم قدر مطلق تانژانت آلفا 1 با تانژانت آلفا 2 برابر، از نظر مقدار با هم برابرن. حالا تانژانت آلفا 1 میشه ضلع مقابل تقسیم بر مجاور، چند میشه؟ 600 تقسیم بر 10 تا 16 میشه 6. ضلع مقابل که فیدو مجهولمون هست تقسیم بر فاصله 16 تا 20 میشه 4. اگر اینها رو با هم ساده کنیم جواب چند به دست میاد؟ 400. پس من میام در اینجا 400 میذارم، چون در ناحیه منفی ها قرار داره، علامتش هم منفی میذارم. دیگه من با اینا کاری ندارم. یعنی نمودار شار مغناطیسیمو بر اساس داده های مسئله کامل کردم. حالا میرم از روی نمودارم نیرو محرکه رو به دست میارم. پس من نمودار کامل رو دارم. حالا بگید ببینم چه جوری نیرو محرکه رو به دست بیاریم. نگاه کن، میگیم نیرو محرکه متوسط منهای دلتا فی بر روی دلتا تی. خب فی ثانویه منهای 400 منهای فی اولیه 600 تقسیم بر 20 منهای 10 که میشه 10. مقدار رو اگر حساب کنیم میشه منهای 1/10 تقسیم بر 10 که جواب میشه 100. البته بر حسب ولت، چون تو اس آی داریم حلش میکنیم. حالا منفی شد. این منفی یعنی چی؟ بذار یه بار یه نکته رو بهتون بگم بچه‌ها. ما الان گفتیم که نیرو محرکه از نظر مقدار با شیب برابر، از نظر علامت مخالفه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی قانون لنز. قانون لنز چی میگه؟ میگه اگه نیرو محرکت منفی به دست اومد، یعنی شارت چه تغییراتی داشت؟ در حال افزایش بود، در حال کاهش؟ ببینید همیشه مخالف هم دیگه هستن. اگر دلتا فی شما مثبت باشه، نیرو محرکت رو منفی به دست میاد. اگر دلتا فیتون منفی باشه، نیرو حرکت رو مثبت به دست میاد. اما مهم نیست. چرا؟ چون ما مقدارش رو میخوایم. پس از نظر بزرگی میشه 1/100 ولت. راستی بچه‌ها یه گزینه ها رو ببینیم. 1/100 هم داریم، بله، 20، 10، 200 هم داریم. اما بچه‌ها گفته چند میلی ولت. این مرس به ولته. اگه بخوایم به میلی ولت تبدیلش کنیم، در 1000 باید ضربش کنیم. 1/100 رو در 1000 ضرب کنید، جواب درست 10 میلی ولت میشه. اشتباه نکنید، یادتون تله نیفتید. پس دقت داشته باشید. مسئله خیلی خوبی بود. ضمن این که ما یک مسئله امتحانی رو حل کردیم، تست کنکور هم هست. این تست کنکور سراسری بوده. پس حواستون خیلی جمع کنید.